سلام، سه‌شنبه 22 دی ماه 88 12 ژانویه 2010 میلادی. در مورد 7 موضوع امروز صحبت می‌کنم. موضوع اول این که از سعادت آباد و شهرک غرب در تهران چند تا خبر به من دادن که شرکت آب و فاضلاب قصد داره از هر آپارتمان و خونه بیش از 1,000,000 تومان عوارض اضافه بگیره و بسیاری از مردم نافرمانی می‌کنند، اگرچه تهدید کردن که آب رو قطع میکنه. همینطور شهرداری هم برای وصول 1070 میلیارد تومان چکی که از سازنده ها داره درمونده و وصول نمیشه و مشکل داره. به هر حال اونچه که از این منطقه برای من نوشتن حرکت درستی است که در مقابل زورگویی و سودجویی خارج از روالی که دارن میکنن شرکت های این چنینی، مقاومت مدنی و نافرمانی بهترین گزینه است. نافرمانی در مقابل پرداخت عوارض اضافه و هر نوع عوارض اینگونه و به تدریج قبضها و صورت حسابها از روشهایی است که باید آروم آروم ببریم جلو تا کودتاچیها رو به این ترتیب به فلجسازی نزدیک کنیم. نکته دوم بیانیه آقای کروبی که در صادر شده و نکاتی رو که ایشون برای خروج از بحران گفتن و مسائلی رو که مطرح کردن و تأکید بر این که همه ما تأکیدمون بر این است که تا حق مردم که رئیس که از اونها دزدیده شده پس داده نشه به مردم و تا رئیس جمهور منتخب مردم روی صندلی ننشینه و رئیس جمهور کودتایی پایین نیاد و عاملین و آمرین این سرکوب ها مجازات نشن، صحبت از هر حرف دیگه‌ای بی حاصله و این حداقل خواسته مردمه و بنابراین آنچه که مردم میخواهند به عنوان اولین قدم سرنگونی کودتاچی هاست. قدم های بعدی البته با رأی مردم قابل وصوله و انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رأی در مناسبات میان مردم و حکومت روش درستی است که مردم میتونن خواستهاشون رو تا هر کجا که میخوان مطرح کنند، از جمله تغییر قانون اساسی یا تغییر کل نظام که اگر مردم بخواهند باید محقق شود. نکته سوم این است که نه فقط در 17 دی ماه مردم گوش نکردند و نافرمانی کردند درباره پس دادن اسکناس‌های شعارنویسی شده، بلکه گزارش‌های متعددی رو من دیدم که مطرح کردند شعارنویسی روی اسکناس به شدت افزایش پیدا کرده. مسیر درستی که حرکت درستی که در واقع نه فقط به حرف حکومت بی‌اعتنایی میشه، بلکه از این ابزار این رسانه خوب استفاده میشه. پیشنهاد خوبی رو یکی از دوستان داده بود که ضمن اینکه شعار مینویسیم با اسکناس اطلاع رسانی هم بکنیم، از جمله اینکه 22 بهمن و در طول اون دهه که دهه مقاومت مدنی و مقاومت ملی در برابر کودتاچیان وابسته به اجنبی نامیده میشه به مردم اطلاع رسانی بکنیم که به این ترتیب در واقع از شعار نویسی و رسانه اسکناس، شعار نویسی روی اسکناس و این رسانه بتونیم استفاده اطلاع رسانی هم بکنیم. همینطور از دانشگاه تهران خبر دادن که افزایش شعار نویسی دارن. یک ایمیلی داشتم از دانشگاه رودهن، دانشگاه آزاد در رودهن، که اونها هم افزایش شعار نویسی دادن و دارن بررسی میکنن امتحاناتشون رو ندن و به هر حال حرکتی که دانشجو دارن میکنن راهگشاست برای سایر بخش های جامعه. نکته چهارمی که میخواستم بگم بیانیه بچه های دانشکده